سلام مجدد. مهمانان ما هر یک آقای اشمت غنی احمدزای و همچنان دکتر ایمل صافی در استودیو هستند. سلام بر شما. سلام. آقای احمدزای، میخوایم با شما آغاز کنیم که اهمیت زندان بگرام برای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا تا چی حد میباشد؟ به هندازه که حکومت افغانستان ایر کلان کرد فکر نمی کنم که اون ده بود. جر و بحث سیاسی پشت پرده و بعض چیزایی را که آقای کرزی بدون مشوره امرای امریکایی ها به خاطر فکر می کنم مشوره بعض دوستای خود مطرح کرد که بتانه کرده خود به عیز یک چهره ملی مطرح کنه زیادتر پول داشت. بکرام و بندیخانه بسیار زیاد دیگه که اروپایی ها و امریکایی ها ناتو و اینا در افغانستان دارن اوقدر همده نیست. چرا تشخیص از این درست نشد در چیزی اینا؟ ببینین اگر فرمول درست می بود آقای کرزی باید مراجعه هم می کرد به قضای افغانستان، تفسیرش می کرد، درستش می کرد بین از او کسایی که بود اینا تقسیم بندی میکرد، کسایی را که راستی دوستی نداشتن و بیگناه هستن و بودن و اینا درخواست رهایی از اونا را میکرد و اینا، یا ایست که کل محاکم اینا پیش از پیش اعلام کردنش شروع تشدد بود که یک گروه از تیم آقای کرزی مشوره دادنشن و اونا یک تیم 40-50 نفره امروز بدبختانه دور آقای کرزی جمع شده که اونا بقای خودم بعد از آقای کرزی نمی بینن و فیتر پیچاندن هر چیز به آقای کرزی مشوره دادن که با طرف شدن به این مسائل میتونه کرده چهره ملی بگیره. حتی این دفعه خوب سر مسئله بگرام و سر مسئله نرخی پای شورای علما را هم داخل کردن. اینین تا بال در چند سال گذشته اگه اینین هیچ قشری را نبوده که آقای کرزی به جنگ انداختن در مقابل یکی دیگه استفاده نکده باشه، از قومیش گرفته داری. بار اولی بود که حال چهرهای مذهبی افغانستان هم به درد سر کشان اینا. چرا وقتی که مسجد امام راسن به طرف شدن قرار میگیره و پس تغییر مردم قرار میگیره، چرا مردم هم اون مردم 20 سال پیش 30 سال پیش 10 سال پیش نیستن، تجدید تحلیلات برق میکنه. منم خود از این هر تصادم به جایی که ایجاد بشه چی امرای دنیا و چی داخل افغانستان نظر به کشوربندی های مختلف صدمهش ملت افغانستان میبینه. بدبختانه کل فرمول سر عظیم میچرخه که آقای کرزی هم اصلا اگر خودش بتانه بقای خود به دیگه دنیا ببینه یا آرامش که به ملک ببینه، که من مطمئن هستم امکان داره گروه سیاسی قومی و اینا حتی این منطق هم داشته باشه که فردا تضمین آینده آقای کرزی بکنه، منم گروهش بقا نداره و این گروه هسته که زیادتر جنجال برانگیز مشوره میدن و بیجا مشوره میدن. در مقابل دستاورده که امروز در نگه شارتکت شد، ببینین امریکایی از یک سال گذشته نه از 18 ماه گذشته بسیار به شکل خصوصی تقاضامند از این بودن که آقای کرزی به قطر مراجعه کنه و از مرکزیت قطر به حیث یک چهره اسلامی که امروز به حیث یک ژاندارم منطقه تقریبا در دو سال گذشته بدل شده بیس امریکایی هم داره و امریکای طالبا هم مناسبات نزدیک داره، چون یکی از شاهزاده خود قطر بسیاری وقتا مظنون به این بود که برای القاعده برای طالبا و اینا کار قصد داشته و مناسبات رو هم که برای پاکستان داشت و اینا. من امروز شما متوجه هستید که به مجرد که مسئله بگرام و مسئله نرخ امریکایی ها قبول میکنن و دارش به این میسازن که برای پس به قطر اینا. این چانزنی های این رقمی در سیاست و اینا اومن یک تیم خردکار داره که معذف از او باشه و این پشت پرده باید کنه. آقای کرزی هر کار را مثل یک طفل زلوره، در چیزایی که کار تخصصی نظامی هم هست خودش خیز میزنه، در باز کارهای چی وقتی که خرابشان میکنه بسا زود لیک میکنه از پیشش یا میدیا. آیا اداره زندان ها در افغانستان توسط خارجی ها بر هویت و بر استقلال ملی افغانستان صدمه نمیرسونن؟ ببینین اگر اوتر باشه خب 700 بیس مختلف است
36 تای هزینه یا 35 تای هزینه هم، اما بزرگترینش بگرام است که بودن 4000 زندانی در اونجا بازداشت هستن. خب ما باید بیامدیم یک بحث عمومی زوره میبوده. اگر مسئله حیث بیعیستی یک افغان هست که یک افغان چی 4000 افغان مسئله عیسیت این است. اگر نمیخواستیم به این سیاسی برخورد کنیم، خب باید به این منطقی برخورد میکردیم. در چیز اینا تضمین اولی که اگر میخواستیم اقوام افغانستان را حرام کنیم اینا، باید ولسوالیش منطقیش مردمش را میوردیم که اون زمانت از اون را میکردن. اونایی که به اشتباه گرفته شده بودن پس با عذر برشان تسلیم میشد، و اونایی که راستی مجرم بودن و در جزا اینا حداقل به یک تضمین منطقی و اینا میمدن. منم اینطوره که ما برخورد میکنیم که نه، جایی که 4000 نفر است مهمتر است، منم جایی که 4 نفر است و هیچ حیثیت نداره. ای خو منطق درست سیاسی نیست. اگر از نگاه حیثیت افغانی باشه، کدام افغان خانه ازی خواد باشه که اصلا گداییگر دنیا باشه؟ یا منم ضرورت ایجاب میکنه که مثل یک مثال دیگه هم دادم، مثل یک زن بیوه که 3 تا طفل خرد داره که میره ظرفشویی میکنه یا کالاشویی میکنه که اونا را به سر برسونه، یک رهبر ملک غریب هم بالاخره مجبور است همون وضعیت داشته باشه.